سالو ختم درودی بر شما. چی شد آقا زمستان خیلی سرد پاریس شما رو عمامه به سر کرده؟ برای این ابتدا گذاشتم سرم که خدمتتون بگم پاریس خیلی سرده. بله. اولا و دوما آقای استاد شرفشاهی، در این پاریس ما اجازه نداریم و چه در دفتر چه در خانه که شوفاژمون رو خودمون تنظیم کنیم بالا و پایین. روز باید باشه 22، شب باید باشه 18. این برای صرفه‌جویی، چون مشکل خیلی زیاده. حالا از چند روز دیگه روزی چند ساعتم برای قطع میشه. همین اول برنامه هم عرض کنم که این دولت هایی که اینقدر جمهوری اسلامی پلید بهشون فوش و خارمادر میده 40 ساله و بعد و بیرا میگه و اینا، شما ببینید که اینها چجور به فکر مردمشون هستن. در فرانسه همه چیز رفته بالا آقای شرفشاهی، یعنی قیمت ها گرون شده، ولی اینها مکرو از چند وقت پیش تصویب کرد که از 10 سنت 18 سنت تا 25 سنت به پول بنزین مردم دولت پول میداد که کمک میکرد. هم شد که بلیت مترو از چند روز دیگه 15% میره روش. بعد تا صبح این مسئله اعلام شد، بعد از ظهر دولت مکرون اعلام کرد، گوش کنید آقای شرفی خیلی مهم استاد، گفت 200 میلیون یورو که میشه 250 میلیون دلار ما کمک میکنیم به مردم که این هزینه که رفته بالا یکمی کمتر باشه. این یک حکومت هایی است که در خارج از کشوری که جمهوری اسلامی داره بینا صبح تا شب فوش میده، بعد در اونجا شما میبینید که نظام چه هست. حالا در ابتدا پیش از اینکه وارد مبحث اصلی بشیم، که خب مثل همیشه من مطالب زیادی تازه براتون دارم تا چهدشو بتونیم بگیم، میخوام بگم درود بفرستم به این دختان و زنان و شهریاران آریایی در ایران. چون آقای شرفشاهی الان یه فیلم کوتاه داریم که هر موقع آماده بشه میبینیم. تو این فیلم فقط به خاطر این نشون داده میشه 3 دقیقه از 4 تا برنامه کوچیک چند ثانیه‌ای هست که در هر کدومش شرافت، بزرگمنشی، سلحشوری و دلاوری و گستاخی زنای ما رو نشون میده. یکیش این خانم فسیه رادمنشی که به روی صورتش قهرمان شده، روی صورتش نوشته زن زندگی آزادی، و بعد مدال خودشو تقدیم میکنه به زنان و مردان سلحشور داخل ایران. این باعث افتخاره. بی شرف هایی که در خانه نشستند و مردم شعار میدن بی غیرت ها ذلیلین، توی خونه موندین، بی غیرت ها خوابیدین، پنجره ها رو بستین، آهای پیر ها، آهای پاتال ها، دشمن کمین کرده، ما رو نشون کرده، ما تو میدونیم. بعد یه تیکه دیگه فیلم دیگه میبینی که یک زن آقای شرفشاهی، یه زن میره در برابر چندین نفر بر سلحی پلیس با فریاد میگه احمق اینا چیه، شما اومدی بگه به جنگ، ما که دستمون خالی شما اومدی. این زن با توی مترو یکی رو گرفتن، این زنان میرن اون یک نفر از چنگ پلیسای مترو آزاد میکنن. یعنی آقای شرفشاهی این نبرد، این مبارزه با همه متفاوته. فیلم رو میبینیم بعد میام در خدمتتون هست. بله. میگم جنگ دیگه با ملت، نه تو دست خالی نمیان، مردم با دست خالی دارن چون جنگه، میگم مردم با دست خالی دارن یعنی شما چه جنگ رو انداختی؟ من امنیت نمیخوام، ملت همه امنیت دارن، اگه شما رو بگذاریم من میخوام آزادی داشته باشیم. نه بابا آزادی قلابیه. آره آزادی واقعی میخوان. این با ملت با دست خالی جنگه، اونها با دست خالی جنگن. تو ملتی؟ تو رو خدا من خجالت میکشم اینو میگی به خدا. Thank you.
عمره چقدر داره تعلق میکنه دمش کرد اینجا داری بکنی باشه به من برگیر گریبانش زین خاک برونش کن این اصل و تو این ایران این اصل و تو این میدان برگیر گریبانش زین خاک برونش کن این اصل و تو این ایران این اصل و تو این میدان با توسن آزادی سرکش امامه ها رو باید بردارم ببرم که این بی امامه بره خونه خجالت بکشه آقای شرفچه استاد عزیز این نسل سرحشور واقعا الان دنیا داره میگه نسل جوان میگه لجنس فرانسه که در نشد هفته پیش همه فیلم ها رو پخش کنیم اونا که 4 نفر از اعضای دولت موقت پیشنهادی رو پذیرفت از جمله در سنا در پارلمان در کاخ ریاست جمهوری اینها الان در تظاهرات میخوان شرکت بکنن شما گفتین اینها میگن لژونس ایرانیان میگن جوانان ایران چون این پیرپاتالا که نشستن نمیان بیرون از بچه هاشون پشتیبانی بکنن و این بچه ها چقدر قهرمانانه دارن میرن امروز میخوام در رابطه با فایلی که از حداد عادل یارو شیرهیه که پشت صحنه گرداننده نظام اونه و بچهش و زنش با مشتبه اینها آدم شیرهی در این مورد صحبت میکنیم ولی پیش از اون میخوام بگم که مردم ترسی ندارن همونطور که آقای قرقوزلو گفت خود شما فرمودید ملت ایران دیگه ترسی نداره و شجاعانه اومده بیرون و تا حالا هم بیشتر از دشمن نیرو گرفته تا اینکه نیرو بده آقای شرفشایی در مثلا این الان اعتصاباتی که از امروز اعلام شد اکثر شهرها بسته بودن یعنی 100-150-200 تا فیلم به من رسیده همه بسته است اکثریت بسته است و مردم هم هیچ ترس ندارن که رو درشون بره چیزی بنویسن اینا من یه مثال بگم آقای شرفشایی خیلی مهمه این مثال سال 1360 41 سال پیش وقتی که 6 تیر حزب جمهوری رفت رو هوا روز بعدش صبح ساعت 6 من باخبر شدم وقتی باخبر شدم پاشدم رفتم پیش آقای قمی حسن قمی آیت الله بود که مخالف خمینی شده بود از اون روزای اول گفتم آقا این الان اینا رو زدن کشتن دیگه نظام باید از بین بره بیام یه تظاهرات اعلام بکنیم گفت من با توام یزدان گواهی پیرمرد کاغذ قلم شد داد به من خودم نوشتم که فتوا که تظاهرات امروز ساعت 2:11 مثلا فلان از فلان تا فلان جا بعد رفتم چند تا بازاریای مهم مثل مبل بربندی، مبل دقت، آژانس ادیبیان، فارسیان دیدم مغازه بزرگ داشتن. گفتم بابا باید ببندیم، اظهار شادی کنیم از کشته شدن این حیوانات در 100 خورده نفر در حزب جمهوری و همه قبول کردن. آی شرفشاهی روز بعد که می‌خواستیم تظاهرات بکنیم سر صبح ساعت 8 حسینی مهر من درود میفرستم بهش نمیدونم الان کجاست شهردار مشهد بود آقای حسینی مهر اومد هتل پیش من
و گفت چیکار باید بکنیم. گفتم راه میافتیم میریم. راه افتادیم چندین هزار نفر و تمام شهر بسته و ما رفتیم تا میدان شاه و اونجا سخنرانی و غیر. پشت اینو میخوام بگم، پشت سر ما 4 تا 6 تا موتور سوار اومده بودن روی درهای مغازه میشن میروشتن که مرگ بر منافق، مرگ بر ضد ولایت فقیه. هیچ غلطی نتونستن بکنن. 41 سال گذشت، تمام اونهایی که در درجه اول بودن کاسبکارایی که اومدن پشتیبان کردن از تظاهرات، آقای قومی که خودش سال 68 از دنیا رفت بنده خدا، مثل مبل بربندی، مثل مبل دقت، میدونم الان این هستن، مثل فارسیان که الکتریسیته و اینا میفروخت، مثل آژانس ادیبیان، اینا الان در مشهد نه یکی، چندین شعبه و مغازه دارن، خیلی قدرتشون هم بیشتر شد، یعنی مردم بیشتر از اینا پشتیبانی کردن. پس ترسی در میان نیست، مردم نمیترسن حرامزاده های پلید. نکته دیگه های شرفشاهی، به خاطر اینکه اینها رو میدونن یک قرض مرضی منورست، میگن ها اینا منافقین هستن، اینها تجزیه طلب هستن. من اینم قاطع میگم، از همه مهربانیان تقاضا میکنم که هر روز بگن آقا چطور میشه که اینا منافقین، منظورشون مجاهدین خلقه، چطور میشه که اینا میان روسری های خودشون آتیش میزنن، بعد از اون طرف رهبر مجاهدین خلق روسری سرشه و مدافع این قضیه هم هست، چطور اینا مجاهدین خلق هست؟ میخوان اینطور بگن که اینا بترسن اتهام بشه. این هم دروغه، یاد نره. کانون های شورشی، از این پس کانون های شورشی آقای شرفشاهی همونطور که شما گفتین، نه اینکه بخوان حتی مسجد مسجد، خود قضات، خود پارلمان ایران، اینا حرومزاده ها رو میخوان برن احوالشون رو بپرسن. نکته دیگه های شرف شده میگه اینا تجزیه طلب هم. احزاب کرد، اولا که صد بار گفتیم دیگر بار میگم، گرد کردها هستن، از همه ایرانی تر هم. شما بیگانه هستید، مردم میگن بیگانه در خانه است، از خانه باید بری بیرون، بیگانه میخوان بیرون. تو کردها ایران وطنشونه، بیشترین خون رو دادن، از اول انقلاب هم هیچ حزب کردی با اینها همکاری نکرد، همکاری ها اینا هم رد کردن، استقلال و آزادی ایران رو اینا حفظ کردن، هر کجا باشن اینا ایرانی های شرف شایی. و از همه مهمتر زبان ایرانی، نام های ایرانی، آیین و آداب سنن ایرانی اینا نگه داشتن، همین گیسوانی که می بردن این کرده کاری کردن. از همه مهمتر های شرف شایی، من یه بار اینجا گفتم دوباره میگم، اینها منم هم نمیزنن بندهای خدا، این کردهای دلیر سرزمین آریایی، همین زن زندگی آزادی که داریم شعار میدیم همه که دنیا رو گرفته، یه شعار کردی است. اینو عبدالله اوجلان سال 1998 نوشت، مطرح کرد. هرگز کردها نمیدن میگه آقای شعار ما ماست، ما این کرد. پس مسئله مارک تجزیه طلبی هم بیان زدن دروغه. 4 تا آدم اگه هستن که گروهک های کوچیکی دارن که توسط خارجی ها تامین میشن به عنوان تجزیه طلبی آدم ها، اینا خودشون دو جانبه کار میکنن، یعنی هم جمهوری اسلامی بخشی از وزارت اطلاعات توشه، هم این استعمار خارجی توش هست. این اتهامات هم نمیتونن بزنن که مردم مال بترسونن، صلح شورانه مردم در میدان مبارزه هستن. عرایزی هست، به فرمایشات شما گوش میکنم آقای استاد شرفشاهی و بعد در خدمتتون هستم. بله، واقعا خب میدونیم ریشه کردها آریاییه، یعنی اولین به حال یک نیروی مردمی است که در سرزمین ما به وجود اومد و اینا به هیچ وجه جمهوری اسلامی داره تلاش بکنه به اینا اون حالی بکنه که آقا تجزیه طلبیه، یه گروهی میخوان تجزیه کنن ایران رو، نمیدونم این از هیچ کسی دنبال یک چنین اندیشه و فکری نیست و اینا بساطیه که جمهوری اسلامی پهن کرده تا خودشو به هر حال در این راستا بگه من دارم اقدامات میکنم، یا بگیره به بنده و آدم کشی ها و اینا. نتیجهش همینه که اینا میخوان ایران رو تجزیه بکنن. اصلا هیچ ایرانی به دنبال تجزیه سرزمینش نیست، همه یک پارچن، همه با همن، همه در حال سرزمینشون رو دوست دارن، ولی آخوند رو دوست ندارن، برای که اینا اصلا پابند هیچ مسئله و روالی نیست، فقط بدوزن و بچاپن و بخونن و پولای مملکت بردارن برن، یا عواملی هم که مردم رو میکشن. به تدریج میبینیم فرودگاه، هر روز فرودگاه مهرآباد رو نگاه بکنیم، هر روز یه روز در میون یکی از این فرمانده ها قوم و خویشاش و خانواده شون و اینا رو سوار هواپیما میکنن برن در یه جای امنی باشن که اینا به موقع اگه فرار کردن پرواز کنن، اینا هم برن اونجا و
با در حال نجات پیدا بکنن. ولی همونطور که آقای سیاوش عبستان من گفتم، یکی از مسائل مهم اینه که ایرانی ها در هر نقطه ای از دنیا که هستن باید این آدم ها رو شناسایی بکنن، باید نذارن اینا به خیال راحت پولا رو بهشتن آوردن زندگی مرفه و راحت داشته باشن، بگن خواه آدم ها رو تا تونستیم کشتیم، حالا هم با پولاشون اومدیم اینجا داریم زندگی مرفه. باید شناسایی بکنین، باید به دولت ها فشار بیارین اینا رو بیرون کنن از مملکت. یه نکته آقا، من خواستم ببینم این پاریس شما سرمای شدیدی حاکم شده و همه گرفتار این سرما هستن و پنجره ها و درها و همه رو بستن و در حال هر کسی هم بخواد زیاده از حد شفاجاشو باز کنه جریمه میشه. بله بله، اول برنامه عرض کردم گویا میکروفون شما نشنیدید. بله آقای شرفشی، بچه ها مریض شدن، بیماری خیلی زیاد شده، گریپ زیاد شده، خیلی هم گریپ گرفتن بچه ها اینا. حالا نکته دیگه آقای شرفشی که باید بگم خیلی مهمه، این فایل جدید حداد عادل شیرئیست که فاش شده در یک جلسه نیمه خصوصی که خصوصی دیگه، اینا شورای مثل امنیت کشوره که اینا مشاوره های اولیه خامنه ای هستن که جمع بودن، رضا داوری که به اصطلاح دبیر این شورا بوده و حرفا رو ضبط کردن اینا، این فایل منتشر شد. تو این فایل خیلی اطلاعات مهمی داره و من همینجا اینو تاکید بکنم که این فایلایی که منتشر میشه اینا سران بالای خود رژیم هستن که به مردم پیوستن و دارن این کارا رو میکنن. چون الان آقای شرفشاهی در داخل نظام، همونطور که شما هم گفتین، در کادرهای بالا با من در تماسن، چندین نفرشون حتی با من در تماسن، حتی مثلا آقای علیرضا بهشتی که رئیس میراث فرهنگی بود سالها، ایشون چون خودش گفت و اسمش داد من مطرح میکنم، اعلام کرده که آقا ما اصلا باید مجلس مهستان تشکیل بدیم، یعنی مؤسسان همونی که تو برنامه دولت موقت هست، و خیلی دیگه هستن که تماس میگیرن داخل کشور، چه فرماندهان بالای لشکری و حتی گفتن آقای حبیب تیمسار حبیب سیاری رو چندین بار بازداشتش کردن، بازم دوباره محدودیتی ازش خبر است. حالا میخوام بگم که در کادر بالای نظام خیلی نظام کندن. اینو تو پرانتز میگم بچه ها، ما از همه اینا استفاده میکنیم ولی به هیچ کدوم از اینا پس از سقوط نظام پستی داده نمیشه، فقط زن و بچه شون حقوق بازنشستگی رو خودشون اینا میتونن بگیرن و اگر در کشتار دست نداشتن کاریشون نمیکنن، محاکمه نمیکنن، ولی اینها ما ازشون استفاده میکنیم الان برای آزادی ایران. حالا اون فایل قبلی که هفته پیش خدمتتون گفتم که پخش کردیم، گفتم یعنی از دو ساعت چند دقیقهشو گفتم، آقای عباس درویشی توانگر رو بازداشتش کردن که از سران همین نیروهای امنیتی رژیم هست، ولی من اینجا قاطع بگم که عباس درویشی اونو درز نداده بود بیرون، مثل همونطور که الان فایل حداد عادل که در اومد امروز، حداد عادل اصلا میکروفون حداده که اینو ضبط میکنه، اینا هر کسی دیگر هم باز بخوان برن بگیرن نخواهند تونست اونجا برسن. حالا تو این فایل امروز آقای شرفشاهی عزیزم نکته خیلی مهم چیه؟ نکته مهم اینه که حداد عادل پلید این شیرئی و همین رضا داوری وقتی گزارش میده میگه آقا اینا دارن الکی میخوان بچه‌ها رو بگیرن بکشن، یک یاروی که وقتی که جریان ایزف تیراندازی شده چندین کیلومتر دور بوده و از چند روز پیش هم اونجا بوده، اینو گرفتن میخوان اعدامش کنن راست خاطری، درست مثل همون کاری که قبلا کردن، و خیلی اطلاعات دیگه میده که نشون میده که این نظام تا چه حد به لبه پرتگاه که نه تو پرتگاه افتاده که باورمندان خودش دیگه باش نیستن. من مثالی که زدم از 41 سال پیش، گفتم آقای حسینی مهر شهردار مشهد بود اون موقع، اومد پیش من از تظاهرات پشتیبانی کرد که من اعلام کرده بودم و با من راه افتادیم، و اون روز روزی که صد و خورده آدمای جمهوری اسلامی کشته شده بود آقای شرفشاهی پشتیبانی کرد، از این تیپ آدم ها از همون موقع تا الان توی قدرت بوده و هستن. خصوصا هفته پیش گفتم، حالا قاطع تر میگم، خامنه ای رئیسی دعوا کردی گفتی این وزارت اطلاعات تو، چون تو ایران دو تا وزارت اطلاعات هست، یکی وزارت اطلاعات دولت، یکی حفاظت اطلاعات سپاه. خامنه ای گفته اطلاعات تو چرا با لبخند برخورد میکنه، چرا مثل این حفاظت اطلاعات خشن و کوبنده نیست؟ برای همینه که شما تو تظاهرات هم میبینین یکی تا میزنه یا پلیس دیگه میاد اوری رو میزنه. الان بچه های ما قدرت در ایران دستشونه، اکثریت هم با مردم ایران هستن و این تازیان رو همونطور که شعارشون هست
بیرون میکنن. نکته دیگه که بگم آقای شرفی اینه که نسرین ستوده و محمد سیفزاده، دکتر محمد سیفزاده، اینا دو تا وکیل برجسته یه حرف مهم می رو امروز گفتن، اعلامیه مهم میدادن، گفتن این دادگاه های جمهوری اسلامی اصلا اینا اعتبار نداره، ما اینا فاقد اعتبار جهانی اعلام میکنیم و مردم هم باید از اینا پشتیبانی کنن، این دادگاهشون رو به پشیزی نگیرن. بچه ها هم کار بسیار خوبی میکنن، وقتی دستگیر میشن این حرومزاده ها میخوان اینا رو اذیت کنن، اعتراف میگن، بچه هایی که دستگیر میشن های شرفشایی فهمیدن که هدف اینه که سالم از اونجا بیان بیرون، هر چونه خواستن اینا بگن ایراد نداره، قهرمان قهرمانه در میدان، وقتی که اسیر میشی تو هر چی دلت خواست بگو که از دست اینا بیای بیرون، چون حفظ ما دیگه دنبال کشته شدن نیستیم شهید پروری، ما دنبال میراندنیم، میمیریم در کار نیست، میمیرانیم هست، اینه که بچه ها میگن در داخل ایران. استاد شرفشایی بله، خب میدونیم که الان اینا در طول ده روز اخیر 115 تا نظامی جمهوری اسلامی رو تحت این عنوان که با مردم همکاری کردن و پیوند با اونا زدن اینا رو گرفتن و زندارش کردن. اصلا آقای اوستان من اصلا شگفت زده هستم، این ایران رو به صورت یه زندان بزرگ درآوردن، این همه جمعیت رو هر روز میگیرن، الان خونه ها رو در نقاط مختلف تهران بعضیش رو تبدیل به زندان کردن و این جوانان رو میگیرن میکنن اون تو و زندانی های تازه رو جا ندارن و اون زندانی پر از فجایعی هست که در زندان اوین واقعا چیا میگذره. و دیدم یکی از این خانمهای زندانی یک مصاحبه‌ای کرده با شبکه CNN و چه مطالب جالبی از فجایعی که در زندان اوین بود در اختیار CNN قرار داد که CNN هم اینا رو همه رو خوشبختانه منتشر کرده. ولی خب ما میدونیم که آخون کارش همینه، یعنی بکش تا زنده ببونی، این راه دوم برای خودشون ندارن. خب این یکی از مسائلی که این روزا میبینیم که در خیابان ها هست و این عمامه های اینا رو میندازن بیرون، یک جوان ها باید متوجه بشن این عمامه ها رو بردارن ببرن بذارین اینا با بدون عمامه وارد خونه بشن، زنشون رو اینا هم شکف زده بشن آقا عمامت کجا هست، بدونن که اوضاع تا این حد گرفتاری داره. استاد شرفی حالا این نکته ای که مهمه اون اینه، مردم ایران اینو میفهمن، شما توی این 3 دقیقه که آقای شهرتی عزیز پخش کرد دیدید مردم اینو میدونن. آقای شرفشایی مشکل ما این پدرسوخته حرمزاده های نوکر روحانیت نیست، اینها عامل روس انگلیس و چین هستن، اینها رو اینا نگه داشتن، اینا رو نیروهای نظامی که اینا در داخل دارن، کنترل از راه دوری که دارن، الان اینا هر کاری که میکنن برای حفظ قراردادهای چین و روسیه است. الان ایران آقای شرفشایی در کمپ تروریست های جهان هست، ما دو تا کمپ داریم در جهان، یکی کمپ صد خورده کشور که اینها جهان آزاد تلقی میشه، حالا انتقاد اینا بهشون هست جای خودشه، من تو برنامه فرانسوی هم حتی انتقاد میکنم بهشون، اون جای خودشه، ولی 7-8 تا کشوری که با جنگ اوکراین اینها متحد شدن اینا جبهه اهریمنی و تروریستی جهان هستن، اینها با هم متحدن، یعنی آخوند یادتون نره بچه ها، شما سفارت روسیه در تهران جاسوسخانه است، سفارت چین در ایران جاسوسخانه است، آخوندها رو اینها هدایت میکنن. من اینجا عکسش نشون دادم تو برنامه شما، همون روزای نخست رئیس شورای امنیت روسیه اومده بود تهران به اینا خط نشون میداد، چینی ها اینها یه دولتی حکومتی باندی هستن آقای شرفشایی استعماری، اونم تروریستی، کشورهای تروریست جهان. آقای شرفشایی هفته پیش که من با شما برنامه‌مون تموم شد اینجا ساعت ما میشد 12 شب، ایران میشد 2:30 بامداد، ساعت 3 بامداد ما یه کسی به من تلفن کرد که بعد از 40 سال به من زنگ میزد، صداش میشنیدم، یه آدم بسیار مهم، همه شما میشناسینش، یه شخصیتی که در قدرت نظام جمهوری اسلامی تا زمان روحانی نقش بسیار مهم میداشت، حالا چون نخواست من اسمش رو بگم، به من یه چیزی گفت، گفت اوستا بابا ما یه اون ما آیت الله حتی درس یاد گرفتیم، حالا میخوام یه درسی به تو بدم، گفتم بگو جانم، گفت آقا
این پدرسوخته ها هرومزاده ها از هر کی تو بگی از مغول اسکندر بدتر کردن. گفت به خدا قسم اینا از اجداد من، چون سیده، گفت اینا از اجداد من بدتر کردن. گفت جنایت هایی که اینا کردن هنگامی که بعدن یکمی امچون اینا گرفتن، متخصصین ایرانی رو بردن تو مدینه کار بهشون دادن. اینا همه متخصصین از کیان 9 ساله میزنه، خودش اینو میگه که میگه اینها خیلی هرومزاده. بسیار ممنون آقای سیاوش عبستای عزیز، از شما تشکر میکنم به خاطر مطالب جالبی که در این برنامه مطرح کردین. تا هفته آینده برای شما شب و روز خوشی را آرزو دارم. بینندگان عزیز، برنامه ما در اینجا پایان گرفت. همراه آقای دکتر قرقزلو سیاوش عبستا با شما خداحافظی میکنم تا و آقای امیر شهرتی کارگردان برنامه با شما خداحافظی میکنم و تا هفته آینده شب و روز خوشی رو برای شما آرزو دارم. بدرود تا درود دیگر.